سلام خدا، آموزش برنامه‌نویسی CNC طراح به همراه شبیه‌ساز SSCNC. درس یکم نرم‌افزارهای CAD CAM که ابتدا به مرور فهرست می‌پردازم. CAD چیست؟ در مورد واژه CAD صحبت می‌کنم. نرم‌افزاری که توی طراحی کمک رایانه هست مثل CATIA و SOLIDWORKS بهش اشاره می‌کنم. CAM رو توضیح خواهم داد. نرم‌افزاری که در شاخه CAD و CAM مشترک هستن چند مورد بهش اشاره می‌کنم، مثل ماستر CAM، پاور میل، سورف CAM، اچ CAM. در نهایت هم در مورد واژه که یا مهندسی به کمک رایانه صحبت خواهیم کرد و چند نمونه از نرم افزاری که تو این شاخه از مهندسی استفاده میشه مثل آباکوس، انسیس، آدامز، فلوئنت یه اشاراتی خواهیم داشت و در فصل بعدی به بحث CNC خواهیم پرداخت. خب CAD چیست؟ واژه CAD مخفف هست به معنی طراحی به کمک کامپیوتر یا رایانه. یه قطعه میخواهیم بسازیم، باید اول نقشه‌ش رو بکشیم. حالا در روش سنتی با دست این کار رو انجام میدادیم. الان که کامپیوترها هستند و نرم افزار آمدن، از نرم افزارهای CAD استفاده میکنیم. پس یک اپراتور میاد به کمک نرم افزار CAD این نقشه رو طراحی میکنه و ترسیم میکنه، حالا یا برای استفاده از CNC یا برای تولیدهای سنتی. طراحی سه‌بعدی توسط نرم افزارهای مخصوص انجام میشه. پس شما وقتی ما یه قطعه سه‌بعدیشو داشته باشیم، میایین از نرم افزار استفاده، یا اینکه نه الان با پیشرفت اسکنرها میای اسکن سه‌بعدی میکنی از زوایای مختلف یک قطعه و فایل مربوط به اون رو، فایل دیجیتالش رو استخراج. در مورد اسکنرهای سه‌بعدی در فرادرس مجزا صحبت خواهیم کرد. نرم افزار طراحی بیشتر برای طراحی اولیه قطعات و تهیه نقشه‌های ساخت به کار میاد. پس اگه بگم به شما نرم افزار CAD به چه کار میاد، برای طراحی‌های اولیه و تهیه نقشه ساخت. چه نرم افزار میشه نام ببریم؟ اتوکد که از معروف ترین اونهاست، سالید ورکس رو هم همینطور. نرم افزار اینونتر هست و CATIA که خود CATIA این نرم افزار بسیار گسترده و با قابلیت های بالایی هستش. خب این کمی در مورد CATIA صحبت کنیم. اولین بار سال 1977 توسط هواپیمای فرانسه برای چی استفاده شد؟ برای که هواپیمای جنگنده میراج رو که یک هواپیمای بسیار معروف هست رو می‌خواستن ارتقا بدن، اومدن ازش استفاده کردن. بعد از اون تو هوافضا و خودروسازی و کشتی سازی ازش استفاده شد. ببینید که CATIA خودش هم مخفف هستش. 1984 شرکت بوئینگ اومد از ورژن 3 CATIA به عنوان نرم افزار اصلی خودش استفاده کرد. 1990 یه شرکت کشتی سازی آمریکایی برای اینکه یه ناو جنگی رو طراحی بکنه از نرم افزار CATIA استفاده کرد. 1998 بود که نسخه 5ش به بازار اومد که توسط سیستم عاملای یونیکس و ویندوز NT و ویندوز XP تا سال 2001 پشتیبانی شد. خب خیلی قابلیت های زیادی داره این نرم افزار. من به چند تاش حالا تیتروار بخوام اشاره بکنم، بحث طراحی قطعه هست، قسمت مونتاژ داره، طراحی کامپوزیتا داره، اتصالات جوشکاری داره، ورقکاری داره، طراحی سازه و قطعات هواپزا، طراحی سطوح داره یا سرفیس داره، وایرفریم داره، قالبای سیمی، برای بهینه‌سازی اپتیمایزر بحث اپتیمایزر رو داره، برای گرفتن نقشه‌های مهندسی میشه ازش استفاده بکنیم، برای طراحی سطوح خاص کاربرد داره، توی طراحی بدنه اتومبیل، لوله کشی، توی حالا بحث پایپینگ اینا خیلی کاربرد داره، بحث هنگرها رو و طراحی اونها رو میتونه پشتیبانی کنه، سیستم‌های تهویه مطبوع رو توش میتونیم انجام بدیم، طراحیشون رو یه سری احجام خاص و شکل‌های خاص رو میتونیم باهاش بکشیم. که خب این یه سری از قابلیت‌هاش هست، هم مطمئنا بیشتر از اینها را قابلیت داره. نرم افزار بعدیمون نرم افزار سالید ورکس هست. سازنده‌اش هم خود سالید ورکس، اسم شرکتش همین سالید ورکس بود. بعداً اونم اومد زیر مجموعه سازنده CATIA قرار گرفت. سه تا بخش داره. بحث پارت رو داریم، ترسیم دو بعدی و سه بعدی رو داریم توی پارت. بحث اسمبلی یا مونتاژ رو داریم که قطعات سه بعدی رو که توی پارت رسم کردیم میایم اینجا مونتاژ میکنیم. و بحث نماگیری هستش یا بحث اندازه‌گذاری و نقشه‌های اجرایی و اینها رو میایم توی بحث دراوینگ در مورد قطعاتی که حالا یا تکیه یا مونتاژی در موردشون اجرا میکنیم. وارد بحث CAM بشیم. خود CAM میبینید که مخفف است. اینجا ساخت به کمک کامپیوتر یا رایانه است. چه نرم افزارهایی داریم؟ پاور میل هست، سورف CAM هست و به جز اینها. کار اینا چیه؟ مدل هندسی رو که با این نرم افزار CAD طراحی کردیم به جیکود تبدیل میکنه. در مورد جیکود یه مختصری الان توضیح میدم، توی فصل محدود به خودش کاملا توضیح خواهیم داد. جیکود چیه؟ یه زبان مورد نیاز دستگاه CNC
که مدل نرم افزاری رو به حرکت دستگاه و ابزار تبدیل میکنه. نرم افزار مکانیک شاخه کم برای برقراری ارتباط با ماشین‌های ابزار استفاده میشه. یه چند تا مثال بگیم. مستر کم هست، پاور میل هست، سرف کم هست، اچ کم هست. در مورد یه چند تا از اینها یک توضیح مختصری من ارائه میدم. مستر کم یکی از قدیمی‌ترین نرم افزارهای تهیه مسیر ماشینکاری برای دستگاه CNC. شرکت CNC Software INC یا اینک این رو ساخته یا طراحی کرده. ابزار نرم افزار طراحی و تولید به کمک کامپیوتر برای انواع برنامه‌نویسی ها رو دوش داریم. تو سطوح ابتدایی تا قطعات بسیار پیچیده. امکان تعیین انواع مسیرهای حرکت ابزار برای فرز و تراش رو تو این پیش بینی کردم. یادگیری دستوراتش هم نسبتاً ساده است. از جمله قابلیت‌های این نرم افزار میشه بهش اشاره بکنیم. ماشینکاری دو محوری و چند محوری هست. اسپارک داریم، باهاش میشه کار اسپارک رو انجام بدیم. برشکاری و طراحی سبودی. نرم افزار بعدی پاور میل هست. یه نرم افزاری برای تهیه مسیر حرکت ابزار توی دستگاه CNC استفاده میشه. ساخت شرکت دلکم هست. ویژگیش میشه بهش سادگی کاربن و ارائه نتایج مطلوب اشاره کرد. توی صنایع مختلفی مثل قطع سازی، قالب سازی، خودرو سازی و هوافضا ازش دارن استفاده میکنن. باز از ویژگیاش بخوایم بگیم، داشتن استراتژی های مختلف ماشینکاری مثل خشنکاری، پرداختکاری معمولی یا سرعت بالا رو اشاره میکنن. تکنیک ها و ابزارهایی که توی حالا کتابخانه یا حافظهش تهیه دیده شده بسیار متنوع. پوشش دهی طیف وسیع از دستگاه های CNC معمولی و پیشرفته تا 5 محور رو هم میتونه داشته باشه. بازم از مزایاش میشه بگیم که کاهش زمان ماشینکاری، بهبود کیفیت سطح ماشینکاری و کاهش هزینه ها. نرم افزار بعدیمون سرف کم هست. سرف کم برنامه ایست برای طراحی و تولید وسیله کامپیوتر. هم طراحی هم تولید، یعنی هم کد هم کم. توی رشته‌های فنی و مهندسی خیلی کاربرد داره، مثل مکانیک، صنایع، جامدار، ساخت و تولید، نقشه‌کشی صنعتی، تولیدات صنعتی یا طراحی صنعتی، تکنولوژی صنعتی، ماشین ابزار، ماشینکاری، ریختگری و طراحی قالب و رشته‌های دیگه طراحی و ساخت. کاربردش حالا از نظر خارج از رشته کاربردی تر بخوایم صحبت بکنیم، توی قالب‌های تزریق پلاستیک ازش میشه استفاده بکنیم. ساخت قالب‌های تزریق پلاستیک، قالب‌های ریختگری، توی بحث پزشکی، طراحی ساخت و تلاشکاری قطعات مصنوعی بدن و غیره میشه ازش استفاده کرد. بر اساس طرح ایجاد شده دستورات لازم کنترلی رو برای ماشین تلاشکاری تهیه می‌کنه. قابلیت دستور دادن مستقیم ماشین CNC و NC رو هم داره. نرم افزار اچ‌کم برای فرزکاری و تلاشکاری میشه ازش استفاده بکنیم. توانای مدل سازی، آزمایش تولید قبل از تولید، قبل از تولید اصلی و تغییرات و بروزرسانی سریع در تولید هر قطعه. شما یه قطعه رو قبلا طراحی کردی، با کمترین زمان میتونی یه ویرایشی روش انجام بدی و ازش یک طرح دیگه استخراج کنی. ابزارهایی که برای طراحی دو بعدی و سه بعدی و شبیه سازی هست درش تعبیه شده، استخراج کد و جی‌کدهای استاندارد ازش میتونیم داشته باشیم و کدهای باینری رو برای دستگاه تراش به صورت حالا جی‌کد و اینها میتونم ایجاد کنم. این نرم افزار قادر به شبیه سازی محیط و عملیات ماشینکاری هست. یعنی چی؟ یعنی که قبل از اینکه شروع به کار بکنه و عملیات ماشینکاری رو انجام بده، شما میتونید سیمولیشن یا شبیه سازی رو تو محیطش ببینید. خب بریم در مورد کدکم بیشتر صحبت کنیم. نرم افزار کدکم نرم افزاری که هم قابل طراحی داره و هم ساخت به کمک کامپیوتر. یه اشاره قبلا کرده بودیم مثل اچ‌کم، سرف‌کم، کدکم. یه فلوچارت اینجا ببینیم بحث کدکم رو. ببینید ما میگیم در کد یه طرح دو بعدی یا سه بعدی رو ایجاد میکنیم. با حالا توی نرم افزار مثل سالید ورک، آتودسک، مثل اتوکد و از جمله اینها. بعد چی میکنیم؟ میایم این فایل کدش رو خروجی میگیریم با پسوند مثلا IGES یا ST. بعد این رو میفرستیم به این نرم افزار کم. نرم افزار کم مثل مستر کم یا مش کم میاد جی کد برای ما تولید میکنه. جی کد که تولید شد، جی کد به ماشین ارسال میشه، به ماشین CNC و مثل تراش و فرز و قطعه نهایی رو میگیریم. حالا از مسیر پایین فایل دو بعدی سه بعدی که طراحی شد با پسوند STL میفرستیمش یه نرم افزار واسطه که نرم افزار اسلایسر هسته مثل کورا و از جمله اونها.
این اسلایسر بیاد کار جیکود گیری رو انجام میده. جیکود گیری رو انجام میده، جیکود رو میفرسته به دستگاه پرینتر سبودیمون یا تولید افزایشی. بازم اینجا از مسیر طراحی تا ساخت یک قطعه رو میبینیم اینجا نمایش دادیم به صورت تصویری. و اینجا همینطور از فایل CAD که شروع میشه و به محصول نهایی میرسه در ماشین CNC. باز هم به یک صورت دیگه بخوایم این فلوچارت رو بگیم، میگیم اول طرح دو بعدی یا سه بعدی با نرم افزار CAD انجام بدیم، بعد با نرم افزار CAM میایم اینو تبدیل میکنیم به جیکو، ارسالش میکنیم یک نرم افزار یا یک کنترلر CNC که تو اونجا جیکوت ها به حرکت ابزار و ماشین تبدیل میشه. باز هم اینجا یک مسیر رو برای تولید با CNC توسط نرم افزار CAD و CAM اینجا مشاهده میکنه. در همین تصویر هم باز تحت طراحی، ایجاد هندسه و ایجاد مسیر برش یا مسیر ابزار و تولید کد NC یا CNC، ارسالش به ماشین CNC و در نهایت قطع کار نهایی رو مسیرش رو میبینیم. بحث بعدیمون کی هست یا مهندسی به کمک رایانه، مخفف از KCAE. یعنی چی؟ ما توی این نرم افزار رو چه کاری انجام میدیم؟ تحلیلایی مثل تحلیلای استاتیکی، دینامیکی، حرارتی روی قطعات و شبیه‌سازیشون در رایانه رو میتونیم با اینها انجام بدیم. دیگه چه کارهایی هست یا قابلیتایی دارن؟ نمایش توزیع تنش، تغییر مکان و دما رو هم با این نرم افزار میتونیم انجام بدیم. خب میتونین شاخه چه نرم افزاری میتونم بهشون اشاره بکنم؟ آباکوس از مهمترین و معروف‌ترینشون است. 1972 میلادی یک شخصی پایان‌نامه دکترای خودش رو تحت عنوان مکانیک محاسباتی بر پایه روش اجزای محدود در دانشگاه براون عراق. بعد از اون سال 1977 دکتر دیوید هیبی این نرم افزار رو پایه گذاری کرد. قدرت آباکوس در تحلیل‌های همزمان وابسته به دما، پلاستیسیته و تماس این قابلیت رو بهش داد که در صنعت هسته‌ای کاربرد پیدا کنه. توی مدل سازی اسکلای نفتی تحت بار موج دریا، شبیه سازی رشد ترک، تحلیل سازا مثل خرپاتی، قاب و ترکیب اونها، بارگذاری خستگی، اینها خیلی میتونیم از این نرم افزار استفاده کنیم. توی شرکت های بزرگ تو از نرم افزار برای طراحی پیشرفته دارن استفاده میکنن. بعد از چندین سال شرکت HKS اومد نرم افزار اصلی اجزای محدود خودش رو با عنوان آباکوس استاندارد تکمیل کرد. 1991 آباکوس کی برای انجام عملیات پیش پردازش و پس پردازش تکمیل شد و به بازار اومد در اختیار کاربران قرار گرفت. چند نمونه از طراحی‌هایی که با این نرم افزار انجام شده و تحلیل‌هاش رو انجام دادن اینجا می‌بینید. نرم افزار بعدی و نرم افزار انسیس است. اولین بار سال 1970 توسط دکتر جان ای سوانسون به عنوان سیستم آنالیز سوانسون یا SASI ارائه شد. خب 1994 این شرکت به شرکت TA Associates فروخته شد و از اون پس این نرم افزار تحت عنوان انسیس به بازار اومد. خب یه سری از توانمندی‌ها یا قابلیت‌های تحلیل این نرم افزار بهش بپردازیم. جریان‌های دو بعدی، سه بعدی، دو بعدی آکسیسیمتریک و دو بعدی آکسیسیمتریک همراه با چرخش، مشبندی‌های مربعی، مثلثی، هگزاهدرال، چهارضلعی، گوبه‌ای، هرمی، چندوجهی و ترکیب اونها رو میتونه پوشش بده که اینا بحث فاینال المنت یا اجزای محدود هستش. برای جریانات پایدار یا ناپایدار میتونه تحلیلش رو انجام بده. جریانات قابل تراکم و غیر قابل تراکم رو میتونیم داشته باشیم، مثل شامل تمام بازه‌های سرعت، یعنی جریان مدون صوت و مافوق صوت و اینها رو میتونه تحلیل کنه. جریان غیر لزج، آرام، آشفته رو پشتیبانی میکنه. جریانات نیوتونی و غیر نیوتونی میتونیم باهاش تحلیل بکنیم. گازهای واقعی یا ایدئال رو بررسی میشه باهاشون کرد. بحث انتقال حرارت و جابجایی ترکیبی، انتقال حرارت در هم آمیخته رو هم میتونیم با این نرم افزار تحلیل بکنیم. یک سری از کاربردهای این نرم افزار در تحلیل رو اینجا به صورت تصویر میبینید. نرم افزار بعدیمون نرم افزار آدامس هستش. نرم افزار آدامس یکی از قوی ترین نرم افزارهای موجود برای صنعت و مراکز تحقیقاتی هستش. توسط جمعی از نخبگان دانشگاه میشیگان تولید شده. خیلی قابلیت زیادی داره. چند موردش رو بهش اشاره میکنیم. شبیه‌سازی حرکتی سیستم‌های مکانیکی، تست سینماتیکی سیستم، اندازه‌گیری نیروی وارد و اتصالات، کلرانس‌ها یا لقی‌ها و برخوردها، اندازه موتور و عملگر و غیره. عمر قطعه توی چرخه کاری. همچنین بررسی کنترل و ارتعاش سیستم ها و امکان انجام تست ها برای قطعات قابل انعطاف
از قابلیت های این نرم افزار هستش. پس دیدین که اینجا خیلی تو بحث دینامیک به خصوص مهندسی مکانیک شاخه دینامیک خیلی از این نرم افزار میشه استفاده بود. یکی از قابلیت های اصلی برای که برای نرم افزار میشه اشاره کرد، قسمت رابط برای تبدیل فرمت فایل نرم افزار به فرمت فایل نرم افزار دیگه است. چه نرم افزار دیگه میشه تبدیل کنیم؟ مثل کتی یا انسیس، متلب و به جز اینها. پس فایلایی که توی آدامس هست میشه به فایل فرمت های دیگه مثل کتی یا اینها تبدیل بشه. خب این هم چند نمونه از کاربردهای این نرم افزار توی بحث دینامیک و تعلیق و اینها میتونیم ببینیم. بحث مکانیزم ها به خصوص. نرم افزار بعدیمون که توی کی میخوایم بررسی کنیم، نرم افزار دو قسمتی گمبیت و فلوئنت هستش. این دو نرم افزار مکمل یکدیگه‌اند. یعنی چی؟ الان توضیح میدم. توی شاخه از علم مکانیک یعنی CFD استفاده میشه. CFD چیه؟ یه مختصر بخوام توضیح بدم. مدل سازی جریانات سیار با استفاده از چی؟ حل معادلات حاکم بر جریان. از چه روشی استفاده میکنه؟ روش‌های عددی. پس CFD خودش یک شاخه از علم مکانیکه که خیلی میتونه کاربرد داشته باشه. مثلا آیرودینامیک هواپیما و وسایل نقلیه، هیدرودینامیک کشتی‌ها، توی نیروگاه‌ها، توی احتراق موتورهای احتراق داخلی و توربینای گازی، توربو ماشین‌ها، توی مهندسی پزشکی. مثلا خب توی مهندس پزشکی بحث جریان خون عبوری از رگ‌ها، خب از این نرم‌افزار میشه استفاده کنه. توی پیش‌بینی وضع هوا، توی بحث شگیری پلیمر یا اختلاط و جداسازی توی مهندسی فرآیند، تو محیط زیست، توی توزیع آلودگی و جریان‌های گذرا هم میشه از این نرم افزار سیاراتی استفاده کرد. نرم افزار گمبیت چی میکنه؟ به عنوان نرم افزار کمکی اشکال مختلف رو میاد به اجزای محدود تقسیم میکنه. یعنی چی؟ کار مشبندی رو انجام میده. پس قبل اینکه کار تحلیل با فلوئنت انجام بشه، نرم افزار گمبیت میاد این شکل رو به فاینال المنت یا مشبندی میکنه. نتایجی که از این خروجی این رو میدن به نرم افزار فلوئنت، میاد تحلیل رو این نرم افزار انجام میده. بازم اینجا چند تا از قابلیت های تحلیلی نرم افزار فلوئنت رو اشاره میکنیم. بررسی جریانات تراکم پذیر یا تراکم ناپذیر، ساختارهای دورانی یا ثابت، بحث محیط های متخلخل، انتقال حرارت به صورت جابجایی، تشعشع، و جریانات پایدار یا گذرا و احتراق. باز اینا یک سری از توانایی نرم افزار فلوئنته. بحث سیارات نیوتونی یا غیر نیوتونی میتونه پوشش بده. مبادله های حرارتی رو میتونیم باهاش تحلیل انجام بدیم. جریان های چند فازی رو خب یکی از نرم افزارهای مهم است که میشه ازش استفاده بکنیم. خب پس دیدین که چقدر قابلیت های مختلفی میشه برای نرم افزار در نظر بگیریم. در این درس که درس یکم ما بود، ما فقط به بحث تئوریک در مورد نرم افزار کد کم و که داشتیم به صورت خلاصه. در دروس بعدی وارد بحث CNC و کد نویسی خواهیم شد. به نام خدا. آموزش برنامه‌نویسی CNC تراش به همراه شبیه‌ساز SS CNC. درس دوم CNC و قسمت‌های سازنده آن. خب ابتدا یک مرور بر فهرست خواهیم داشت. میایم در مورد ماشین NC صحبت میکنیم. بعد در مورد پیدایش ماشینالات CNC صحبت میکنیم. در ادامه واژه کنترل عددی با کامپیوتر یا کنترل عددی کامپیوتری یا همون CNC رو توضیح میدیم. عملکرد ماشین CNC رو در موردش بحث خواهیم کرد. یه سری از ویژگی‌های ماشین CNC بهش اشاره میکنیم. کاربرداشون بسیار وسیعه. یه قسمتیش رو اینجا در موردش صحبت میکنیم. یه بحث تفاوت‌های بین CNC و NC رو بهش اشاره خواهیم کرد. یه سری از مزایایی که توی CNC بهش میشه برخورد کنیم و در موردش توضیح بدیم اینجا صحبت میکنیم. در مورد محدودیت‌های این ماشین صحبت میکنیم و در ادامه در مورد استاندارد محورها در دستگاه CNC و همچنین اینکه محورها توی ماشین CNC چطوری تعریف میشن صحبت میکنیم. تعداد محورها تو ماشین CNC رو بررسی خواهیم کرد. اصطلاح ماشین دوری محور رو بهش اشاره خواهیم کرد. یعنی چی این عبارت؟ و ادامه انواع دستگاه CNC رو به کاربردهایی که دارن بهش اشاره میکنیم. پرینتر سه‌بعدی رو به عنوان یک نوع ماشین برای تولید از جی‌کد استفاده میکنه بهش اشاره میکنیم. این توضیح یا فراوانی کاربرد ماشین CNC رو توی یک نمودار دایره‌ای بررسی کنیم. در ادامه میایم در مورد انواع CNC و حسب نوع کنترل حرکت صحبت کنیم و در قسمت پایانی یک اشاره مختصر در مورد قسمت‌های سازنده ماشین CNC خواهیم داشت. ابتدا ماشین NC. سال 1950 شرکت پارسونز قراردادی با نیروی هوایی آمریکا برای ساخت اولین دستگاه کنترل عددی یا همون NC منعقد کرد. بعد از اینکه ساخته شد،
MIT آمریکا اومد یه دستگاه کامل تری نسبت به اون تولید کرد. 1952 حدود 100 نفر از مهندسان الکترونیک و مکانیک اومدن با هم دستگاهی رو ساختن که با کنترل 3 محور دقت و سرعت و قدرت بالایی داشت. اختراع کردن و اسمش گذاشتن انسیوان. این یک ماشین کنترل عددی فرز 3 محوره که ساخت MIT بوده و سال 1952 تولید شده. بیایم در مورد ماشین انسیوا بیشتر توضیح بدیم. میگه این ماشینا دیگه دسترسی به کامپیوتر نداره، یعنی حافظه کامپیوتر اینها نداره. پس چی؟ برنامه به صورت دست‌نویس توسط اپراتور یا برنامه‌نویس به کمک صفحه کلید و مبدل چجوری ثبت میشه؟ روی نوارای کاغذی یا نوارای کاغذی پانچ شده. پانچ شده یعنی که سوراخ سوراخ روشن هست دستور ارائه میشه. این نوار نقاط خاصی را به طور مستقیم به دستگاه معرفی میکنه تا ابزار و اون نقاط حرکت کنه. یعنی چی؟ یک کدای روی نوار پانچ میشه که این کدها باعث دستوردهی مستقیم به دستگاه و ابزار میشه. پس کنترل اتومات حرکت ابزار از طریق چیه؟ این نوارای پانچ شده است. هر خط که پانچ شد دستور از ماشین خارج میشه به واحد کنترل NC ارسال میشه. پس اینجا بحث حافظه اصلا وجود نداره، اصلا حافظه هایی نبود. دستور هم به صورت خط به خط خونده میشه و اجرا میشه، هیچ محلی برای ذخیره نداره. توی جنگ جهانی دوم برای تولید جنگ افزار و پیچ ها و قطعات به مشابه از ماشین انسی استفاده شد. خب ماشین های پانچ حالا ابعاد و سایز های مختلفی دارن. اینجا حالا میبینیم برای سوراخ کردن کاغذ استفاده میشه. اینجا این دستگاه پانچ خان رو میبینیم یا نوارهای ماشین شده رو روی میبنده و قابلیت خواندنش رو داره. اینجا ببینید این قسمت بحث خواندن نوارهای پانچ شده. اینا چند تا نمونه نوارهای پانچ شده برای دستورات NC. ببینید دستورات به صورت سوراخ‌های مشخص و با مفهوم خط به خط سوراخ شده و به دستگاه نوارخوان داده میشه. چند تا ماشین فرز رو اینجا میبینید. این دستگاه پانچ 35 تنیه. خب ببینید چه ابعاد وسیعی داشته برای سوراخ کردن اون کاغذها. خب حالا میام بیشتر توضیح بدم در مورد برنامه‌های NC روی ماشین. این برنامه میتونیم اونا رو استارت کنیم یا استاپ کنیم، شروع و نگهداری کنیم. اما قابلیت اصلاح یا ادیت نداره. اون دیگه روی کاغذ زدی میشه، دیگه نمیتونیم عوضش کنیم. میایم ابعاد ابزارها و نگهدارنده اونها رو توی برنامه از قبل مشخص میکنه. خب حالا بریم وارد بحث CNC ها بشیم. بعد از تولید انواع ماشینات NC، وقتی که کامپیوتر اومد و رشد پیدا کرد، بحث صنعت کامپیوتر، محققا اومدن از این شاخه از علم یعنی کامپیوتر برای ارتقای ماشین NC استفاده کرد. توی MIT باز بعد از 3 سال کار روی یه پروژه که بحث فرمانگیری دستگاه NC بود به وسیله کامپیوتر، یه دستگاه کنترل عددی کامپیوتری یا CNC 1959 ساختش. خب حالا به این کنترل عددی کامپیوتر چجوری شد؟ پس قبلا NC بود، یه CH اضافه شد. این C مربوط به کامپیوتر. پس این حرف C که ابتدای NC اضافه شد به خاطر اضافه شدن کامپیوتر یا بحث سخت افزار نرم افزارهای کامپیوتری بودش. حالا توی CNC چی کار میکنه؟ عملیاتی که تیمون از طریق یک سری دستورات کد بندی شده، مثل چی؟ عدد و حروف الفبا و علائم که واحد کنترل ماشین به اونا رو براش قابل فهمه ماشین کاری انجام میشه. پس اینجا دیگه حرکت ابزار از طریق دستور گرفتن از کامپیوتر انجام میشه. دستور عملهای کد گذاری شده به ریز پردازنده داخلی دستگاه که سیستم ابزارگیر رو کنترل میکنه ارسال میشه. پس برای کنترل ابزار و ابزارگیر هم دیگه این کامپیوتر ها اومدن موثر شد. این ریز پردازنده چی؟ یعنی کامپیوتر کوچیکه. اطلاعات کد شده یا کدایی که ما می‌نویسیم توی CNC رو می‌گیرن، تجزیه تحلیل می‌کنن، بعد از که اونا متوجه شدن دستوراتی صادر می‌کنن برای انجام یک سری عملیات فیزیکی یا مکانیکی، مثلا جابجایی ابزار، روشن خاموش شدن اسپیندل، روشن خاموش شدن آب صابون. اینها رو می‌تونه دیگه دستورش رو اجرا بکنه. پس کدو که ما دیم مثلا میگیم G2 0 G0 1 X 0 مثلا 20، اینها رو دریافت میکنه، این کدها رو تجزیه تحلیلش میکنه، اون چیزی که متوجه شده رو ارسال میکنه به عملگرهای ما. توی NC برپایه چی بودیم؟ سخت افزار. توی CNC بحث نرم افزار هم جدی شد. پس باعث شد که انعطاف‌پذیری سیستم ها افزایش پیدا بکنه. بعد این که برنامه ها
در حین استفاده هم قابل تاثیر پیدا کردن نیست اضافه شد. باز اینجا در مورد وزیر مهم CNC اشاره میکنم، بعدا تکمیل میکنیم. قبل از شروع ماشین کاری میتونیم نتیجه رو ببینیم و اصلاحات لازم رو انجام در موردش توضیح. یک سری نمونه های از ماشین CNC اولیه هستش. خب حالا اینا چطوری عمل میکنن؟ مدل و طرح که قبلا توسط این نرم افزار CAD/CAM هر دو مثل سالید باکس و کتیا طراحی کردیم و ایجاد کردیم. از جی کد که در موردش صحبت کردیم میایم به عنوان زبان بین اپراتور و دستگاه استفاده می‌کنیم. از این استاندارد ISO 6983 برای برنامه‌نویسی CNC استفاده می‌کنم یا جی کد ها. توی جی کد ها چه کارایی می‌کنیم؟ میزان حرکت، چرخش، ترتیب حرکت ابزار و از جمله اینها رو برای کار مشخص می‌کنیم. حرکت ماشین‌های CNC پس توسط برنامه کنترل میشه. ببینیم در ادامه یه سری دیگه از ویژگی‌های ماشین CNC رو برشماریم. نسبت به دستگاه تراش و فرز سنتی نیاز به افراد با مهارت کمتری داره. خب پس یه تراشکار سنتی خب باید مهارت بالاتری داشته باشه از نظر کار با دستگاه. چرا؟ چون دیگه دستورات و اجرای دستورات به صورت اتومات داره انجام میشه. ماشین‌های CNC رو میتونن با بهبود نرم افزار و سخت افزار به روز بکنیم. پس این قابلیت که به روز رسانی هست از ویژگی‌های مهم این دستگاه هاست. نسبت به ماشین‌های سنتی و CNC مسلماً صورت عمل بالاتره. بحث تکرارپذیری که توی تولیدهای انبو بسیار مهم هست و یک نواختی در دقت رو شامل میشه بسیار مهم است که از ویژگی‌های این دستگاه هست و همراه با دقت بسیار بالا مثلا 1000 میلیمتر. قدرت و براده برداریش به صورت یک نواخته، پس این بحث باز تکرار پذیری رو میتونه پوشش بده. بازم بخوام ویژگی‌هاش بگیم، برای اپراتور خطرش بسیار کمتر نسبت به دستگاه‌های سنتی. برای تولیدهای انبوه صرفه اقتصادی ده. اگر عیبی روی ماشین باشه خطای نرم‌افزاری بر روی کنترل دستگاه به ما میگه اونها رو و میتونیم اونها رو رفع کنیم. امکان تست قبل از اجرا برای نرم افزار هم هستش که این هم در مورد صحبت هم. فرایند طوری میتونه تقریبا بدون نیاز به ایجاد نمونه اولیه یا یک مدل باشه که باعث صرفه‌جویی توی زمان و هزینه میشه. یعنی چی؟ یعنی ما قطعه رو قبل از اینکه چند تا قطعه بزنیم مثلا خراب بشه اشکالاش در بیاد میتونیم شبیه سازی کنیم و سیمولیشنش رو ببین. خیلی کاربردهای وسیعی داره. من چند مورد رو فقط اینجا بهش اشاره کردم. تو بحث ماشین سازی، هواپیما سازی، کشتی سازی، تنه چوب و کابینت سازی، مبلمان، طلا سازی، لوازم الکترونی، ماشین‌های برش لیزر، حکاکی، قطعات خودرو، نفت و تسلیحات، صنایع چوب و منبع، قطع سازی و خیلی کارهای دیگه میتونیم برای CNC تعریف کنیم. اینجا چند مورد از کاربرداش رو می‌بینید. مثلا بحث برش چرم و پارچه، برش‌های لیزری، اینو خیلی می‌تونه کاربرد داشته باشه. بیایم یه جمع‌بندی در مورد تفاوت‌های CNC و NC داشته باشیم. این بحث خواندن برنامه. اگر اشتباهی توی خطوط پیدا بشه، واحد کنترل قادر به تشخیصش. خب، ولی توی NC این کار رو نمی‌تونیم. تست نمودن برنامه، یعنی توی بسیاری از دستگاه‌های CNC می‌تونیم برنامه رو سیمولیشن کنیم یا آزمایشی اجراش کنیم، مسیر حرکت ابزار رو ببینیم و ببینیم اگه نیاز به اصلاح هست اونجا اقدامات لازم رو انجام بدیم که توی NC گفتیم این رو نداره. عملیات تکراری مثل سیگنال رو میتونیم به راحتی با این برنامه ها بنویسیم که در مورد سیگنال هم توضیح خواهیم داد. برای برنامه‌نویسی قطعات پیچیده با سطوح هندسی بسیار مثلا پیچیده میتونیم با استفاده از دستگاه CNC این برنامه نویسیشون رو انجام نوشته. برنامه برای قطعات مختلف و مخصوصا قطعات پیچیده با درمسه مثل APT یا App و نرم‌افزار CAD/CAM امکان پذیر. اصلاح برنامه در دستگاه CNC گفتیم برنامه به صورت نرم‌افزاریه، پس برخلاف NC که روی کاغذ هست قابل اصلاح نیست، اینجا تغییر و اصلاح برنامه امکان پذیره. برنامه میتونیم ذخیره بکنیم و باها ازش استفاده بکنیم. بحثش جبران شعار ابزار هست. در مورد کدش و اینها توی درس سوم اشاره میکنم. اینجا فقط در مورد تئوریش بگم که شعار ابزار رو ما میتونه بر روی قطعه نهایی ما اثر بذاره اگر لبه ابزار ما تیز نباشه. جبران شعار ابزار پس به راحتی با دستوراتی که توی جی کد ها بهش اشاره میکنی امکان پذیره، اما توی بحث ماشین NC امکان رو نداره. و مورد بعدی که میخوام بهش اشاره کنم اینه که سادگی ارتباط با مجموعه دیگه، یعنی در دستگاه CNC ما میتونیم به راحتی برنامه ماشین کاری رو به وسیله DNC از راه دور به ماشین منتقل کنیم و
ربات هم به راحتی میتونه به این ماشینا متصل بشه. چند تا از این انواع ماشینای تراش رو به صورت سی ان سی هست رو میبینیم. باز بخوام در مورد مزایاش بگیم، میگیم توی سی ان سی ما افزایش بهره وری داریم. یعنی چی؟ یعنی زمان بیشتری برای برش‌کاری و زمان کمتری برای تنظیمات دستگاه نیاز داره. کیفیت عمومی بالاتر، دقت بالاتر، تکرارپذیری رو شامل میشه و دورریز اون حداقل میشه نسبت به روش سنتی و هم میتونیم ماشین کاری اشکال پیچیده رو هم انجام. اما در مورد محدودیتاش اشاره بکنم. سرمایه اولیش بالاست. امکاناتی که برای پشتیبانیش داره خب نسبت به ماشین تراش معمولی مثلا با در مورد تراش خب بیشتره. مثلا اگه یه تراش سی ان سی داشته باشیم که بحث هیدولیک هم داشت، مثلا مرغه که هیدولیک داشته باشه یه باز و بستی کنه فک ها به صورت خودکار باشه و اینا به نیاز به پشتیبانی و امکانات بیشتر داره. یا بحث پی ال سی ها رو داره، یا کنترل ها، استپر ها، سرو ها، اینا همش بحث های پشتیبانی نیاز داره که نیاز به تجهیزات نگهداری بیشتری داره. برای قطعاتی که ساده و تیراژ پایین توجیه نمیتونه داشته باشه. حالا بحث تیراژ پایین رو توی قالب تکیه میتونید توجیه کنید، ولی برای قطعه ساده قابلیت اقتصادی یا توجیه اقتصادی نداره. بحث استاندارد محورها در دستگاه سی ان سی. یه استانداردی با عنوان RS367A مربوط به EAA تا 14 محور رو در انواع دستگاه مختلف بیان. تعداد محورها تو ماشین سی ان سی عموما تا 5 محوره. حالا ما دستگاه سی ان سی سایز تا 14 محور رو هم میتونیم داشته باشیم. به طور استاندارد دستگاه سی ان سی تو مختصات کارتزیان یا متعامه برنامه‌ریزی میشه. سه محور اصلی X و Y و Z رو داریم توی کارتزیان که محور Z عمود بر X و Y. این سه تا محور سیستم مختصات دست راست رو تشکیل میده که در موردش توضیح میده. حرکت مثبت محور Z رو همیشه در جهت دور شدن ابزار میگیریم. توی فرسکاری و سوراخ‌کاری دو محور X و Y صفحه افقی تو صفحه افقی قرار دارن که در موردش توی چک توضیح میده. تو دستگاه سوراخ‌کاری حرکت مثبت محور Z گفتیم مثبت محور Z کجاست؟ همیشه دور شدن ابزار از قطعه است. باعث بالا رفتن اسپیندل میشه. توی تراش این حرکت اینطوری نیست، در موردش توضیح میده. توی تراش ما دو تا محور داریم X و Z که محور Z همون محور افقی هستش. حروف A و B و C برای حرکت زاویه‌ای تو حول محور X، Y و Z. خب محورهای خطی ما پس شد X و Y و Z. محورهای حالا اگه بیشتر از اینها داشته باشیم به ترتیب موازی X میشه U، موازی Y میشه V و موازی Z میشه W. اگر این X باشه، این Y باشه، این Z، جهت مثبت رو میبینیم. این اگه ابزار باشه این قطع کار، دور شدن ابزار از قطع کار میشه مثبت Z. اگه بخوایم با انگشتان دست بهش سه محور رو نشون بدیم، اگه انگشت وسط میشه Z، انگشت اشاره Y و انگشت شست رو X گرفتیم که Z برای این دوتا عمود هستش. محور دورانی ABC رو داریم که محور A حول محور X هست، محور B حول Y و محور C حول محور Z هستش که اینا با جهت مثبت منفیشو میشه در جهت ثابت پاد ثابت مشخص کنید، مثبت ها و منفی ها. تعداد محور در ماشین سی ان سی، تعداد محور خطی و دورانی که کنترل را ساپورت یا پشتیبانی میکنه متفاوته. پس وقتی که یک کنترل میخواد انتخاب بشه، این که چند محور رو میتونه پشتیبانی کنه خیلی مهمه. دستگاه سی ان سی گفتیم معمولا 2، 3، 4 و 5 محوره. سعی اینجا یه نمونه 5 محوره رو میبینیم. به ماشین 5 محوره برای ایجاد پرداز. یه دستگاه مشابه فرس هستش، X و Y داریم و Z رو عمود بر X و Y. دستگاه تراش رو داریم، 2 محور X و Z گفتیم فقط داره. بازم 3 تا محور رو میتونیم اینجا نمایش بدیم. یا ببینید اینجا قانون دست راست بخوام برای مثبت منفی رو بگیم، Z میشه این دور شدن ابزار مثبت، X و Y هم به این صورت حرکت افقی و در جهت عمود اون Y رو به این صورت تعریف میکنیم. یا این ماشین افقی باز دور شدن ابزار از قطع کار شده Z مثبت، X و Y هم عمود بر اون داریم میبینیم. با انگشت راست میبینیم، قانون دست راست میبینیم این رو نمایش بدیم. 60 در جهت X، انگشت میانی Z و انگشت اشاره Y رو نشون میدیم. به دستگاه تراش خیلی خوب دقت کنیم، از این میخوایم بعدا خیلی استفاده بکنیم. جهت دور شدن ابزار از سمت سنظام به سمت مرغک میشه Z مثبت. ابزار از سنظام به سمت مرغک حرکت کنه میشه Z مثبت. پس حرکت عکسش میشه Z منفی. اینجا هم معلومه Z مثبت، Z منفی. حرکت ابزار
به سمت اپراتور میشه x، کدام x؟ x مثبت، پس خلافش میشه x منفی. این هم باز یک نمونه دیگه برای جهت ها در ماشین های CNC، و این هم باز هم چند تا مثال برای انواع محورها روی ماشین های CNC اینجا نمایش داده شده. مثلا این ماشین 5 محور هم اینجا ببینید نشون میده. ماشین فرس هست، ماشین تراش هست، ماشین 5 محور ها اینها رو ببینید. باز اینجا باز ماشین چند محور رو اینجا نمایش داده. این هم یک ماشین CNC 5 محوره برای پرهای تور. خب یه اصطلاحی به نام ماشین دونی محوره داریم. یعنی چی ماشین دونی محوره؟ ماشینی که قابل حرکت تو سه تا محور داره، مثلا X و Y و Z، هر سه تا رو میتونه حرکت کنه، اما به طور همزمان فقط با دو تا محورش میتونه عملیات ماشین کاری رو انجام بده. به این ماشین میگن ماشین دوونی محوره. باز در مورد انواع دستگاه CNC اشاره اینجا بکنیم. مثلا تراش داریم، فرز داریم، سنگ داریم، دریل هست. ماشینایی که برای برش پارچه و چرم یا گلدوزی استفاده میشه. دستگاهی که به عنوان ساینده و رنده ها استفاده میشه. ماشینات پانچ رو داریم، برش رو داریم، برش لیزری رو داریم. خود چاپگرای سوادی رو یک تا CNC میتونیم اطلاق کنیم. بحث ماشینات جوشگری رو داریم و غیره. پس دیدین که خیلی توی کاربردهای مختلف از این کنترلرها و ماشین CNC میشه استفاده کرد. چند مدلش رو اینجا به صورت تصویر میبینیم. مثلا ماشین های سنگزنی یا ماشین های خمکاری یا مثلا ماشین های CNC کوچیک هستن، در ابعاد آزمایشگاهی و آموزشی هستن، خب کوچیکتر ساخته میشن که استراکچرهای معمولا آلومینیومی هم هست براشون هست، یا ماشین های بحث حکاکی و اینها یا برش های لیزری. پرینتر های سه‌بعدی خودشون گفتیم یک نوع CNC هسته. در مورد انواعش و کاربرداش و اینها توی فرادرس من به اون توضیح دادم، فقط اینجا اشاره مختصر میکنیم. این هم باز انواع مختلفی که توی صنایع چوب و کابینه سازی اینا میشه ازش استفاده کرد. برش های تلاسمان رو داریم. اینا خب از جمله کاربرد های ماشین های CNC. خب حالا میام این فراوانی کاربرد ماشین های CNC رو توی این نمودار نشون میدیم. بیشترین کاربرد رو کدوم ماشین CNC داره؟ 50% ماشین های فرز دارن و بعد از اون ماشین های تراش با 20% کاربردش. ببینیم اینجا. پس ماشین های CNC که پرکاربردترین هست اول فرس هست و بعد تراش. خب یه دستبندی رو کنیم ماشین CNC به اصل نوع کنترل حرکت. کنترل نقطه. توی عملیاتی مثل پانچ، نقطه جوش و پش عمل ماشین کاری بعد از اینکه به هدف میرسه تکمیل میشه و کار تمام میشه. کنترل خطی یک بودی. عملیات ماشین کاری موازات یک محور انجام میشه. مثل ماشین فرزه یا ماشین تراش قطعه ساده. الان ببینید یک CNC پانچ میبینید. سوراخ‌کاری رو توی یک مسیر خاص انجام میده. یا ماشین برای جوشکاری نقطه‌ای. ببینید به صورت CNC میتونه نقطه‌های مشخص رو به صورت جوش مقاومتی اتصال بده. کنترل دو بعدی و سه بعدی. کنترل اگر بتونه محورهای مختلف رو همزمان و مستقل از هم کنترل بکنه، میتونه منحنی‌های دلخواه رو هم ایجاد بکنه. خب پس برای قطعات پیچیده میتونیم از این ماشین‌های فرز و تراش استفاده بکنیم. یه نوع اصطلاح به نام دستگاه هیبریدی داریم. این هیبریدی‌ها چه کارن؟ اینا میان این کلگی که روشون هست قابل تعویض میشه. این کلگی مثلا پرینتر سه‌بعدی نازل ببندیم که مثلا فیلامنت ازش خارج بشه و تولید افزایشی انجام بده، یا اینکه اینو برداریم یه ابزار فرز ببندیم روش و کار ماشینکاری رو انجام بدیم، یا بحث لیزر، برش لیزری یا حکاکی رو روی این هد ببندیم، به جای این هد ببندیم. اینا میگن ماشین های هیبریدی. خب اینجا هم خب باز یه ماشین مهندسی ترسیم هندسی با پرینتر سه‌بعدی هیبریدی. اینجا از کلگیش برای ترسیم استفاده شد. در انتها یک اشاره بسیار مختصر در مورد قسمت های سازنده ماشین CNC میکنم، چون اگه بخوام کامل توضیح بدیم خیلی وقتمون میگیره و اسلایدهای زیادی نیاز هست. من فقط به صورت تیتوار بگم اینجا کنترلرها هستش، انواع مختلفی داره. مهمترین قسمت یک دستگاه CNC هست. انکودرها هست به صورت خطی و دورانی. استپر موتورها هستن به عنوان محرک. بال اسکروها هستن برای تبدیل حرکت‌های دورانی به خطی. ابزارگیرها رو داریم که انواع مختلفی داره و خیلی قسمت‌های دیگه که برای صرفه‌جویی در زمان ارائه‌مون اینها رو ازش صرف نظر می‌کنیم. ان شاءالله خودتون در صورت دیگه نیاز بود مطالعه بفرمایید. با تشکر.